همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو همراه من شده تا نگاهی داشته باشیم به روزنامه های کشور علی برای ما بگو چه مواردی در روزنامه های ایران امروز بهش پرداخته میشه در رابطه با خیزش سرسری مردم به طور کلی سه دیدگاه حاکمه در روزنامه های ایران یک دیدگاه, دیدگاه یکی که روزنامه رسالت مطرح میکنه همونجوری که تو گفتی میگه اگه جمهوری اسلامی نباشه ایرانی وجود نخواهد داشت به این دلیل که ایران تجزیه خواهد شد ایران مثل سوریه میشه ایران مثل لیبی میشه اما در واقع روزنامه رسالت به این موضوع اشاره نمیکنه که سوریه اگر سوریه شد به خاطر اینکه حکومت بشار اسد همچون حکومت جمهوری اسلامی شروع به سرکوب معترضان این کشور کرد و در این کار انقدر افراط کرد که وضعیت سوریه به اون شکل شد از طرف دیگه دخالت جمهوری اسلامی در سوریه هم بود که به بشار اسد این جرأت رو داد که سرکوب کنه معترضان رو و وضع کشور رو به اون شکل بیاندازه در واقع مردم ایران در, حال حاضر به دلیل سیاست هایی که جمهوری اسلامی در منطقه سیاست های اتمی سیاست اقتصادی سیاسی فرهنگی که در پیش گرفته و مردم ایران کوچکترین دخالتی در اون ندارن سخت‌ترین شرایط رو دارن تحمل میکنه یعنی در واقع چیزی کمتر از وضعیت مردم سوریه نیست در مورد لیبی شدن فقط در یک مورد ممکنه که ایران تبدیل به لیبی بشه اون سرنوشت رهبر در واقع جمهوری اسلامی که احتمال اینکه مشابه معمر قذافی رهبر لیبی بشه زیاده چون او هم پس از اعتراضات مردم بالاخره به دست مردم افتاد و مجازات شد نکته سوم در مورد اعتراضات در مورد تجزیه ایران که روزنامه رسالت اشاره میکنه اگر دقت کرده باشی معترضان در شعارهاشون مرتب به این تاکید میکنن که از زاهدان تا کردستان جانم فدای ایران و بر این یک و اتحاد اتحاد میان اقوام و مذاهب مختلف و یک پارچگی خود ایران تاکید زیادی دارن و اگر روزی بخواد اتفاقی بیفته که موجب تجزیه ایران بشه خود این مردم جلوی اون بای وای میسن نگاه دومی که وجود داره مثل روزنامه جمهوری اسلامیه که یک نگاه دایجان ناپلئونی است یعنی همه چی رو کار دشمن میبینه جمهوری اسلامی این دیدگاه رو در واقع ارائه کرده که اول انقلاب مردم به عنوان پشتوانه نظام بودن و همین باعث می‌شد که انقلاب ایران بدون اینکه اون موقع فضای مجازی باشه چیزی باشه به سرعت در همه دنیا داشت صادر میشد دشمن این رو فهمید و اومد که بین مردم و در واقع حکومت فاصله بندازه باز جمهوری اسلامی هم به این هیچ اشاره نمی نمیکنه که نقش سیاست‌های خود جمهوری اسلامی در این فاصله افتادن چی بوده نمیگه که بیش از نیمی این سیاست‌های جمهوری اسلامی باعث شده که بیش از نیمی از مردم کشور ثروتمندی مثل ایران زیر خط فقر باشن تقسیم شدن مردم به خودی و ناخودی که اکثریت قاطع مردم ایران ناخودی شدن و گروه کوچکی در داخل در واقع خود حاکمیت شدن خودی و همه اینها مردم رو در واقع تحقیر و فشاری که بر مردم وارد میشد اونها رو عصبانی تر کرده و به این نتیجه رسونده که باید از جمهوری اسلامی برای آینده بهتر گذر کرد نگاه سوم بزنیم نگاه سوم چون خیلی مهمه اینم بگم روزنامه کیهان در واقع این نگاه رو مطرح کرده که ما اگر به نیروهای امنیتیمون اجازه سرکوب بدیم خیلی سریع یک هفته این موضوع رو جمع میکنه که همان که در اعتراض قبلی کردن انتقاد کرده که چرا نمیذارین نیروهای امنیتی از گلوله های جنگی استفاده کنن ادعا روزنامه کیهان نمیگه که در آبان 98 در واقع نیروهای امنیتی این کار رو کردن ظرف دو سه روز 1500 نفر رو با گلوله‌های جنگی کشتن و اگر قرار بود کشتن مردم باعث میشه دیگه اعتراض نکنن همون کشتار باعث میشد که مردم دیگه به خیابون نیا اما می‌بینیم که هر دفعه با تعداد بیشتر با پشتکار بیشتر و با فریادی رساتر به میدون میان و این خاص آقای حسین شریعت مداری که در ایران همه رو بکشن غیر از خودش و خانواده‌اش و بیت رهبری در واقع محقق ممنونم اتفاقا باید به ایشون گفت که الان میبینیم که از گلوله های جنگ هم استفاده شده فقط آره. ساچمه ما نیست متشکرم از و علی شیرازی همکارم هم اینجا